وضعی حساسی جهان امروزه بخصوص به تنقیسی شدیدی آزوقه‌وری دوچار گردیدن چوریک کشورهای دنیا ما را وادار می‌سازد که جهتی تامین نمودن هدف استراتژیمان حفظ امنیت آزوقه‌وری تدبیرهای ایلاوگی اندیشیم. در این جاده تمام شهر و ناحیه‌ها را ضرور است که با مسئولیت بلند سهم خود را در رشد سایه کشاورزی و تامین بازار استعمالی کشور گذارند. مثلا ناحیه فیض‌آباد دیاری فیض‌بر می‌تواند با استحصال محصولات کشاورزی در تطبیق یکی از اهدافهای استراتژی کشور یعنی تامین امنیت آزوقه‌وری و دسترسی اهلی به غذای خوش صفت نقش خود را گذارد. امسال دهقانان ناحیه با استفاده از مهارت بلند خود نقشه کشت زراعت کشاورزی را بر زیاد اجرا نمودند. مثلا نقشه کشت تیرماهی و بهاری امسال ناحیه فیض‌آباد میدان 6286 گکتر مقرر گردیده بود، ولی در اصل در میدان 9404 گکتر زمین کشت تیرماهی و بهاری گذرانده شده است که 3118 گکتر از نقشه زیاد بوده 150% را تشکیل می‌دهد. در جماعت قلعه دشت 14658 نفر اهالی زندگی میکند. در جماعت مذکور باشد تا این جانب 280 خواجگی دهقانی و 3 خواجگی کلکتیوی انفرادی به قید گرفته شده است. کشاورزان جماعت دهات قلعه دشت زمین ها را عاقلانه استفاده میبرند و این چونی زمین های نزد حولگی باشد در سطح بلند کشت براه مونده شده است. حاصل را علاقه جمع‌آوری کرده استودان که نسبت سالهای پیش خیلی هم نشاندهنده ها در سطح بلند می باشد. هنر زراعتکاری و باغداری مردم ناحیه فیض‌آباد تا به حد بالا رفته است که هم در زمین های نزد حولگی و هم در خواجگی های دهقانیشان نشاندهنده های بلند حاصل ناکی را مشاهده نمودن ممکن است. کپرتیو استرسولی کدومان در توازن خود 40 هکتار زمین کره ملی از اون 20 هکتار باغی حاصل ده. کوشش که به خرج رسید که از این باغ ثمرات استفاده برده حاصل فراوان به دست بیاریم. در بین قطارها زراعت های پلوزی کرده خود و بازار استعمالی را به موهای تر و تازه تامین نماییم. از جانب دیگر اگر به ترکیب کشت زراعت نظر اندازیم، از روند برزیاد اجرا گردیدن نقشه کشت زراعت معلوم می‌گردد که اهالی ناحیه ذوق بلند کشاورزی دارد. مثلا موافق نقشه در ناحیه فیض‌آباد باید در میدان 1320 گکتر زمین کشت تیرماهی گذرانده می‌شد، ولی در اصل دهقانان در میدان 1911 گکتر زمین کشت تیرماهی گذراندند که از نقشه 591 گکتر زیاد می‌باشد. امور مذکور با 145% نقشه پیش بینی گردیده برابر است. امروز در جماعت شهرک سالگی استقلال 19525 نفر خواجگی دارد، اهالی دارد. اهالی این دهها با کشاورزی مشغولند. تمام زمین های حدود جماعت چه خواجگی دولتی تخم پروری به نام عبدالوهید نظیروف همش ثمرانوگ استفاده بوده. کارتوشکا، سبزی، نخود، لوبیا، تمام کشت کاری بهارات یگان مایده زمین خالی نموندند، همش ثمرانو استفاده برده استودند. زمینوی مو اصلا زمینوی کشاورزی که هست همش بسیوتر که هست در زمینوی کشاورزی بسیوتر کشت کارتشکا و سبزی و سبزواتا می شود. همین ویسو مو بزرگ را تامین میکنیم. با مقصد استفاده ثمرانوک زمین خواجگی دارون در قطار نهال های با خاک کشت موش، لوبیا، جواری مکه، خوراک چاروا، سبزی، کارتوشکا، بودرینگ و دیگر نو زراعت را براه موندند. از روی امور نقشه امساله کشت بهاری 3231 هکتار پیش بینی گردیده بود، ولی کشاورزان ناحیه فیض‌آباد اجرای نقشه را به 4736 هکتار رسوندند که از نقشه 1505 هکتار زیاد می باشد. کارخانه بایدی دولتی تخم پروری دارای 6936 هکتار زمین ها می باشد. از آن جمله 5000 هکتار از زمین های چراگاه می باشند. 320 هکتار زمین های کرم اوی، 120 هکتار زمین های کرم لرمی دارد که عین حال در زمین های کرم اوبی در دایره 100 هکتار کشت کارتوشکا کردگی هستیم. عین حال نشونامای خوب هم دارد. سبزی کردگی هستیم در 20 هکتار، غلادونگیو در 90 هکتار، لبلبو برای خوراک چوربا 4 هکتار، جواری مکه در دایره 3-4 هکتار برای خوراک چوربا پرورش کرده شده‌ایم. به خاطر رشد سایه کشاورزی و تامین بازار استعمالی با مواد غذایی در ناحیه فیض‌آباد در زمین های چراگاهی که با نمی تامین است میدان 100 هکتار کارتوشکا و در میدان 700 هکتار دیگر نمود زراعت کشت کرده شده. عین حال دوره حاصل غنداری فرا رسیده است. عین حال در جماعت دیو چشمه‌سور 52 هکتار کشت کارتوشکا به روح موندگی شده گی
سبزابود بوشاد با 20 گکتار اومدگی رسیدگی در موزه او بیستفید با مسواتی 0.8 گکتار چاروگو کشتی کارتوشک برای مونده شده است. این حال ده خونم بوشان در تایوری حسیل غندوری قرار دارم. حسیل نوکی به هر یک گکتار مثال ده همی موزه 300 سنتیمتر مثال روست میاد. زمینی مشاهده معلوم گردید که کشاورزان نوحه فیضآباد از حساب حاصل زراعت بازار گرد و اطراف را با محصولات تر و تازه تامین می نمایند. آنها نقشه دارند که در آینده با استفاده از تجربه کشاورزی خود در زمین های چراگاه میدان کشت زراعت نیاز اولیه را وسیع نموده حجم استحصال محصولات را افزایش دهند.